برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هفتم ماه صفر الاحزان برابر است با سالروز شهادت جانگداز حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. به همین مناسبت امروز پنجشنبه هفته صفر الاحزان 1445 هجری برابر با دوم شهریور ماه 1402 مجلس سوگواری در بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس قم برگزار می گردد. گفتنی است این مراسم در نوبت صبح ساعت 10 به زبان فارسی برگزار گردید و عصر ساعت 18 به زبان عربی برگزار می گردد. رئیس جمهوری عراق در دیدار با وزیر امور خارجه ترکیه در بغداد گفته که کاهش رهاسازی آب دجله و فرات بر زندگی عراقی ها تأثیر بسزایی گذاشته است. بر اساس گزارش الفرات، رئیس جمهوری عراق با تأکید بر اهمیت حصول تفاهمات میان دو کشور بر سر دستیابی به حقابه عادلانه و کافی و تأمین نیازهای ضروری مردم عراق افزوده که این کشور با بحران شدید کم آبی دست به گریبان است و این بحران به دلیل کاهش ورود آبهای فرامرزی در درود دجله و فرات و رودهای فرعی منشعب از آن تأثیر بسزایی بر زندگی عمومی عراقی ها گذاشته است. سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در مورد کشتار، بازداشت خودسرانه و شکنجه مقام ها و نظامیان حکومت پیشین افغانستان توسط طالبان، خواستار اعمال صلاحیت قضایی جهانی علیه آن عده از اعضای این گروه شده که تحت قوانین بین المللی متهم به جنایت هستند. سازمان عفو بین الملل در این اعلامیه بر نیاز به یک مکانیزم مستقل پاسخگوی بین المللی برای افغانستان تأکید کرده است. این نهاد همچنین از دادگاه کیفری بین المللی خواسته است که بررسی وضعیت افغانستان را در حال حاضر و سال 2003 میلادی تا کنون در اولویت قرار دهد.